آقای بهرامی، یکی از پرسش‌هایی که مطرح اینه که چرا با وجود دوربین‌هایی که داخل و خارج مدارس و خیابون‌های اطراف وجود داره، هنوز هیچ مظنونی شناسایی نشده یا دست کم گزارش نشده؟ ابتدا در مورد تدابیر امنیتی در داخل و خارج مدارس برای ما توضیح بدیم و اینکه چرا تاکنون هیچ مظنونی شناسایی نشده. درود بر شما و بینندگان برنامه. بله، این نکته مهمی هستش که زن دست داشتن خود حکومت یا جریان‌های حداقل از دل حکومت، جریان‌هایی که به هر حال بر سر مسائل کلیدی ممکنه دچار اختلافایی شده باشن و دست به چنین حملاتی زده باشن رو تقویت می‌کنه، چرا که اصولاً سازوکار امنیتی مدارس به گونه‌ای هستش که به راحتی نمیشه مثلا در یک روز در 26 مدرسه کشور حملات مشابهی رو انجام داد، مخصوصا با توجه به اینکه در سالهای گذشته اکثر مدارس کشور حداقل در مناطق شهری مجهز به دوربین مدار بسته هستن. این دوربین ها هم در راهروها هستن، هم حیات مدرسه و اون محوطه‌ای که بچه‌ها بازی میکنن رو پوشش میده و مخصوصا مقابل در مدارس رو معمولا حداقل با یک دوربین مراقبت میشه و پوشش میده و این رو در فیلم هایی که در شبکه‌های اجتماعی از این مدارس دیدیم دوربین‌ها رو شاهد بودیم. این که کسی وارد حیات مدرسه میشه و شیعی رو که شبیه مثلا یک ترقه از داخل کلاس میندازه، خب این نشون میده که از در مدرسه عبور کرده، داخل حیات مدرسه بوده، دوربین ها این رو گرفتن و حتی ممکنه عوامل مدرسه هم از مدیر و معاون هم این رو دیده باشن. این که واقعا علارغم این همه شواهد حکومت داره انکار میکنه یا این که بعضی از به هر حال اشخاص و نیروهایی که درون نظام هستن این رو به قوای خارجی، به دشمن خارجی نسبت میدن، از اون صحبتایی که واقعا با هیچ عقلی و با هیچ منطقی سازگار نیست. حالا با توجه به این شرایط و اینکه مدارس امن نیستن و امنیت ندارن دانش آموزان و معلمین، دانش آموزان و والدین اونها چیکار باید بکنن؟ برخی مدرسه نرفتن رو نسخش رو پیچیدن و میگن در سراسر کشور باید مدارس رو تعطیل کنیم، برخی هم میگن اتفاقا باید رفت مدرسه برای اینکه میخوان مرعوب کنن دانش آموزان رو و نباید تسلیم شد. یک واقعیتی رو نباید نادیده بگیریم و این که واقعیت این که دانش آموزان در همین 5-6 ماه اخیری که از این خیزش ملی گذشت واقعا هزینه های بسیار گزافی رو پرداخت کردن که این هزینه ها اصولا متناسب با سن اونها و شرایط اونها نبود. این که الان حکومت و یا اون جریان های زینفوزی در داخل حکومت میخوان دختران دانش آموز رو خانه نشین کنن، و واقعیتش این که خطر جسمی و خطر جانی دانش آموز رو فعلا تهدید میکنه و اولویت حفظ جان دانش آموز است. به نظر من با توجه به این شرایطی که ما داریم میبینیم، با توجه به این که در یک شهر همزمان 20 مدرسه 26 مدرسه مورد حمله قرار میگیره و هنوز هم حتی یک نفر بازداشت نشده یا نخواستن که بازداشت کنن، این نشون میده که خطر برای بچه‌ها وجود داره و اولویت حفظ جان بچه‌ها است. این بزرگترها والدین، جریان‌های سیاسی و گروه‌های اجتماعی هستند و رسانه هستن که باید به این مسئله بپردازن. ما اصولا ساختار اجتماعی ایران جوری نیست که نه جمهوری اسلامی و نه هیچ گروه تندروی دیگه بتونه دختران دانش آموز رو خانه نشین کنه و این فقط یک تهدیدی هستش که با مقاومت اجتماعی مردم میگذره و در همین روزها اولویت همون حفظ جان دانش آموزان هست و نرفتن به مدرسه به نظر من.